آقای صلاح الدین ربانی در نشست صلح استانبول دعوت شده، تا هنوز اجرا پیش از خواهد وقت کرد. است، هیچ کسی تا هنوز ترکیبی اشتراک کننده ها را مشخص نساخته. ما آرزو داریم که جمعیت اسلامی و رئیس جمعیت اسلامی به حیث یک طرف مؤثر و مهم در هر گونه مذاکرات و نشست ها و برنامه هایی که گرفته میشه شریک بوده. جناب دکتر صاحب خلیل هدف، امریکایی ها عزمشان را جزم نمودند تا در نشست استانبول موضوع جنگ و صلح افغانستان را فیصله کنند. آیا از این بیشتر هشداری در کار است تا صفوف سفارتخانه متحدتر، منسجمتر و منظمتر شود؟ با در نظر داشت این پراگندگی که دیده می شود و تا هنوز احزاب بزرگ همسویی ایجاد نکردند. فکر میکنم واضح است که مسئله تمرکزگرایی و نظامه های مطلق یک مقدار به بنبست رسیده و هیچ کس هم نمیتونه که از اینا طرفداری کنه، مخصوصا در افغانستان. قضیه به جایی رسیده که یک بروسوار و یک مامور در یکی از گوشه های کشور هم توسط رئیس دولت او تعیین میشه، بنابراین راه دیگری وجود نداره و در یک چوکاتی که بر یک دوره عبوری گذار در نظر گرفته میشه، کم از کم باید یک توزیع قدرت با صلاحیت ها و با یک توزیع افقی باید صورت بگیره. هیچ مانعی نیست که در دوره انتقال تا مرحله تدوین قانون اساسی و تا انتخابات و با وجود آمدن یک نظام منتخب یک چارچوب شکل بگیرد تا بتانه که کابینه توسط یک صدر اعظم مکلف با صلاحیت ها و با بخشایش برای اجرایی را به پیش ببرد و رئیس دولت هم صلاحیت های خود را جناب دکتر صاحب، در 20 سال گذشته تمام فرصت ها از بین رفت. همگی چنین چیزی که حالا شما میگین میخواستن، ولی چند پارچگی، عدم وحدت و عدم همسویی بینشان باعث شد که اون همه فرصت ها ضایع شود. حالا هم با سرنوشت دو دهه گذشته ما شما روبرو هستیم. اگر از این فرصت پیش آمده استفاده نشود، باز هم آب در به مو شکلی که رفته بود در مو جای باز هم در جریان میفته. یقینا باید از این فرصت استفاده شود و تجارب تلخی گذشته نباید تکرار شود. یک فرصت است و یک چانسی پیش روی همه قرار دارد، با یک اراده و با یک بینشی درست و انتخاب سالم میشه که مردم یک تغییری را ببینند در نظام و خود احساس کنند، شریک شوند در هر گونه ساختاری که برای مرحله انتقالی و بعد هم پایه‌گذاری شود، تا اینکه بتواند در قانون اساسی برای آینده افغانستان درج شود و جایگزین شود. ما چیزی را که می‌خواهیم بگوییم این است که این ساختارها کدام حتمیت نداره که یکی بر دیگر ترجیح داشته باشه. این برمیگرده به اراده مردم و به اراده کسانی که تصمیم میگیرند در یک مرحله حساس. هیچ اشکالی نداره که مردم تصمیم بگیرند که همه شریک شوند در یک قدرت. بیرون ماندنی یک جریان، یک حزب سیاسی و یک نیروی سیاسی بیرون از چوکات، این به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست. اما قسمی که در بن این پدیده زیانبار واقع شد، حالا هم هیچ کسی نباید که نفع شود و بیرون از یک ساختار و چوکاتی که در این مرحله با وجود می آید، هیچ کسی نباید نفع شود تحت هر نامی که بوده باشد. و حتی مسئله طالبان هم که حال مطرح هست، به حیث یک طرف با او کنار می آید مردم و چرا با دیگرها کنار نیاید. فکر میکنم که راه دیگری وجود ندارد جز ای که
بیاین مردم بر یا جریان های سیاسی و جوانبی که در مذاکرات و در نشست استانبول اشتراک میکنن به یک تفاهم و به یک نظامی که جوابگو بوده باشه و بتانه قناعت و خواستهای مردم تامین بکنه بر سر از او توافق بکنه. فکر میکنم چانسی بسیار مهم است و هم دنیا ایره میخواه و مردم افغانستان ایره تقاضا داره. خواستی دیرینه ای مردم است. با تاسف فقط دولت ها و زمامدار ها بودن چی در گذشته و چی در حالت موجوده که به خاطر حفظ امتیازات خود و به خاطر منافع خود گاهی مردم ها بیشتر به تباهی میکشانند. امیدوار هستیم بیش از این مردم ما آماج ای قربانی ها و ای امتیاز طلبی ها قرار نگیرند. جناب دکتر، شما از یک طرف گفتین که فرصت پیش آمده باید ضایع نشوه، ولی از طرف دیگر شما همسو و متحدتر و منظمتر عمل نمی کنین. همچنان در کنار از اینکه ای را جواب میتین، جنبندی هم بفرمایید. فکر میکنم دوستا هم اشاره کردن، دوستای ما در اینجا آقای فصیحی و آقای دکتر عبدالله که با احزاب سیاسی، با جریانهای سیاسی و با کسانی که تاثیرگذار هستن در داخل و در بیرون مشوره ادامه داشته در گذشته و تا حالا هم، بنابراین ما هیچ وقت احساس نمی کنیم که ما در یک طرح جدا از دیگرها پیش می رویم. مسئله مشارکت مردم خواستی همه هست، البته با در وضعیت فعلی که ما تا هنوز به مرحله تصمیم گیری نرسیدیم، بالای میز گذاشته نشده طرحها، بنابراین با یک امیدواری باید ما حرکت بکنیم و با شرکای خود تفاهم ابتدایی وجود دارد. در بسیاری مسائل نقاط مشترک هست و برای برطرف کردن نقاط اختلافی هم باید کار صورت بگیرد. ما امیدوار هستیم که بریم به طرف یک طرحی که بتانه مورد قبول واقع شود، بتانه که جوابگو بوده باشه به نیازمندی ها و به مشکلاتی که مردم افغانستان تایی دهه ها و به طور خاص در این دو دهه رنج کشیدن. راه دیگری وجود ندارد جز قبولی همه جوانب و مشارکتی همه مردم و سهم دادن به همه تا از انحصار و از امتیاز گیری ما بیرون شویم، بیاییم به یک نظامی که تأمین کنه حقوق، آزادی ها و خواست های مردم افغانستان را.